فیلم شروع میشه و دن رو میبینیم که داره یه ماشین رو میکنه تو پاچه مشتری. مشتری میگه تو باید تبدیل بشی به بهترین ورژن خودت و باید اعتماد به نفست رو پیدا کنی. و خلاصه کلی چیز بلغور میکنه و آخرش یارو رو خر میکنه که ماشین رو بخره. دن ماشین رو میفروشه و مستقیم میره خونه. به همه سلام میکنه و سالگردشون رو به زنش تبریک میگه. اونا هم که قراره امشب برای سالگرد برن بیرون، مکس رو میذارن پیش بچه‌ها تا ازش نگهداری کنن. ولی هیچ کدومشون قبول نمیکنن و سر این موضوع دو تا خواهر برادر میافتن به جون هم دیگه که آخرش پسر برنده میشه. کایل میره خونه دوستش سمیر تا استریم کنه، چون پدرش کلا با گیم و فضای مجازی مخالفه. اونا با هم میرن شهر بازی تا سالگردشون رو اونجا باشن. ولی همون لحظه که دارن همدیگه رو میبوسن، چند تا جوون ازشون عکس میگیرن و آپلود میکنن توی اینترنت. هم میخواد عکس رو پاک کنه ولی دیگه کار از کار گذشته بود و آپلود شده بود. اما همین عکس ساده تازه شروع ماجراهاست. صبح میشه و دم میره فروشگاه تا خرید کنه که همون موقع یه یاروی حمله میکنه به دم، اونو از چپ و راست میزنه. دنم بعد از اینکه نصف فروشگاه رو نابود میکنه از فروشنده عذرخواهی میکنه و از اونجا میره. دم با سرعت برمیگرده خونه و وسایلش رو جمع میکنه. به یکی از دوستاش زنگ میزنه و میگه تا برای خودش و خانوادهش چند تا پاسپورت اوکی کنه. اونم میگه که برای پاسپورت باید برم به لاس وگاس تا اونجا بهشون تحویل بده. دن سوار ماشین میشه و میره دنبال زن و بچه‌هاش و سوارشون کنه. اول میره دنبال نینا که دانشگاهه ولی اونجا نیست و نینا رو زیر یکی از سکوهای ورزشگاه پیدا میکنه. با دوستاش نشستن و دارن با هم دیگه حرف میزنن. درش میگه مگه تو الان نباید سر کلاس خبرنگاری باشی؟ نینا هم میگه که سه ماه پیش استفاده دادم و دیگه نمیرم اونجا. دنم میگه باشه و ازش میپرسه که آکادمی شطرنج کجاست تا برن برادرشو بردارن. نینا هم میگه کایل اونجا نیست و با هم دیگه میرن دنبالش. کایل هم که رفته بود خونه سمیر تا استریم کنه، همون موقع میزنه بیرون. اما باباش در گاراژ رو میزنه بالا و کایل لو میره. اینطور که معلوم بود هم دختر خانواده و هم پسر خانواده داشتن بهش دروغ میگفتن یه جورایی. دم میره دنبال زنش جسیکا و بهش میگه همین الان باید بریم لاس وگاس. دم که از این سفر یوی تعجب کرده بود میگه حالا چرا وگاس؟ دم یه چیزی در مورد یه خواننده میگه و از اینکه اونا اونجا میتونن چقدر خوش بگذرونن. الان دم که همگی سوار ماشین شدن راه میافتن به سمت وگاس. اما لحظه دم یه دفعه چند تا از دوستاش رو میبینه که منتظرشن. دم پارو میذاره روی گاز و میره تا در بره. خانواده‌اش هم که هیچی در مورد این ماجرا نمیدونن میگن آروم‌تر برو. دم میگه که این یه میانبره. دم که متوجه شده یه رادیو داخل ماشینشون کار گذاشتن میره تا رادیو رو در بیاره. اون رادیو رو میزنه به ماشین یکی از همکاراش و بهش میگه با سرعت بره داخل بزرگراه. بعد از اینکه همه چیز رو چک میکنه بالاخره سفر جاده‌ایشون هم شروع میشه. تیرا دم میبینه که کله همش توی گوشی و زنش داره عکساشون رو پست میکنه. دم که میدونه ممکنه عکسا لو برو هکشون کنن و بیافتن دنبالشون، چی همه رو میگیره و یه رفعه از ماشین پرت میکنه بیرون. درسته گوشی‌ها رو مینازه بیرون و اینجاست که قیافه‌هاشون خنده داره. بعد دم میگه که اینطوری به هم نزدیکتر میشن و بهتره، ولی الان دیگه جی پی اس هم ندارن. امیره از مغازه و یه نقشه میخره و داخل لاس وگاس هتل رزرو میکنه. اون لحظه دوستای دن رو میبینیم که رفتن خونه اش تا سرنخی ازش پیدا کنن، اما چیزی پیدا نمیکنن و فقط میفهمن که پسرش یه گیمره به اسم کیلبوی. شب میشه و اونا میرن به یه مسافرخونه تا بخوابن که همونجا یکی از طرفدارای کیلبوی میاد و باهاش عکس میگیره. پدرش هم که نمیدونه داستان چیه میگه کیلبوی دیگه کیه. خواهرش هم میگه اون اسم گیمریشه و مثلا اون الان معروفه. از اونجایی که اون الان عکس رو آپلود کرده بود اونا مجبور بودن که از اونجا برن و توی راه خوابن. همه توی خواب خوش هستن و فقط پدر و پسر بیدارن که همون لحظه یه دفعه چند تا موتوری میافتن دنبالشون. دنم یه آهنگ ملایم میذاره و تفنگش رو آروم آروم در میاره. هم که کارش خوب بلده اولی رو با یه تیر خلاص میکنه و دومی رو هم با یه شیر بچه و سومی رو هم میفرسته پیش دوستاش. تا صبح یه سری رانندگی میکنه و میرسن به آیووا. همونجا یه خورده استراحت میکنه که بعدش خانوادهش از خواب بیدار میشن. اونا از خواب بیدار میشن و میبینن که داخل آیووا هستن و اینطور که معلوم بود دن کل شب رو رانندگی کرده بود. اینا هم که میشنوه توی آیووا هستن به پدر مادرش میگه چون نزدیک دانشگاه هستن برم به اونجا تا دوست پسرش رو ببینه. مادرش هم مخالفت میکنه و میگه که ما به خاطر یه پسر به اونجا نمیریم. اما تهش میکشه به اینجا، اونا میرن به دانشگاه. وقتی میرسن میبینم که یه جشن اونجا هست و دافی پلنگ ما هم میره تا یکم تفریح کنه و توی یه مسابقه شرکت میکنه. همگی میرن به فستیوال و به گروه ملحق میشن که یه دفعه دن به یه نفر که دستش شمدونه مشکوب میشه. بین راه دن کلی سوال ازش میپرسه و آخر سر معلوم میشه که اون فقط یه آدم عادیه و اصلا آدم بدی یه نفر دیگه بوده. اما لحظه یه مرد میاد و بهش حمله میکنه و کل آزمایشگاه رو با خاک یکسان میکنن. دن سری از اونجا میره بیرون و میبینه که نینا نیست. و اینطور که معلوم بود نینا رفته بود که دوست پسرش رو ببینه، ولی با یه صحنه دیگه روبرو میشه و دوست پسرش دروشته بهش خیانت میکرده. اون با گریه برمیگرده سمت ماشین و پدرش میاد پیشش تا دلداریش بده. اما بهش یه فن رزمی رو یاد میده و نینا هم با عصبانیت برمیگرده به اتاق تلور و فن رو روش میزنه و ازش عکس میگیره. سعی کردن نصف مسیر اونا میرسن به یه مسافرخونه تا شب رو اونجا بگذرونن. اونا برای بچه‌هاشون یه اتاق جدا میسونن تا بالاخره جمعه شب خوبی رو داشته باشن. و همون لحظه یه دفعه نه دیگه اینجا رو نمیشه نشون داد. مناسب
به سنتون نیست. خب دیگه بالاخره صبح میشه و دن زنگ دوستش میزنه تا ببینه پاسپورتا چی شدن. دوستش هم میگه که توی راه هستم و تو باید این قضایی رو به خانواده‌ت بگی. منم میگه که دارم روش کار میکنم. اون میشینه سر میز و پسرش میاد اونجا. اونا با هم حرف میزنن و پدرش میگه که پس کیدبوک تو هستی درسته؟ کایلم میگه بابا من اونجا خودم هستم و اونجا بهترم وقتی کیدبویم. بعدش هم کایل به پدرش میگه تا برم به بازی تفنگ لیزری و باهاش شرط میبنده که اگه اون برد بازی رو ادامه بده و اگه نبرد باید با پدرش به مدت 6 ماه هر روز توپ بازی میکردن. بازی شروع میشه و دن همون اول کار 2 امتیاز میگیره ولی کایل کوتاه نمیاد و 2 امتیاز رو جبران میکنه. من فقط یه امتیاز مونده بود که اونم دن میگیره و بازی رو میبره. راه میافتن و بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی میرسن به وگاس. اونم میرن به هتلشون و از دیدن اون همه چیز برگاشون ریخته بود. اونم میره پایین تا پاسپورتا رو از سش بگیره. بعد از اینکه برمیگرده به اتاقشون آماده میشن و با جسیکا میرن پایین تا حقیقت رو بهش بگه. به بچه‌ها هم میگن که داخل اتاقشون بمونن تا اونا برگردن. بچه‌ها هم که خیلی حرف گوش کنن سری میان بیرون و میرن اشغال. ولی اونو میبره ببخشه بازی‌ها چون اون شب مسابقه بود و کایل می‌خواست بازی رو ببینه. از اون طرف هم دم موفق نمیشه که حقیقت رو بزنش بگه و اونم هنوز توی فکر درست کردن قرمه سبز و شوهرشه. کایل هم که داره بازی رو تماشا می‌کنه با یکی از بازیکن‌ها آشنا میشه و اونم از نینا خوشش میاد. از اونجایی هم که می‌خواد مخش رو بزنه کیدبوک رو میفرسته تا جاش بازی کنه. در اون جسیکا برمیگردن اتاقشون تا بچه‌ها رو ببینن ولی همون موقع دوستای دم پیداش میکنن و میبندنش زیر بار گلوله. اون نخل دو نفرش رو میاره و یکی از اونا جسیکا رو گروگان میگیره. بدن یه چاقو پرتاب میکنه سمتش و زنش هم که نمیدونه ماجرا چیه دم میخواد براش توضیح بده ولی جسیکا بهش میگه که خفه شو. بعد میرن دنبال بچه‌ها ولی کسی داخل اتاقشون نیست. همین خاطر میرن پایین تا دنبالشون بگردن. بچه‌ها رو برمی‌دارن و با هزار تا بدبختی از اونجا میرن. بعد از اینکه به یه جای آروم میرسن دن شروع میکنه و ماجرا رو براشون تعریف میکنه. بعد کل ماجرا رو میگه و اینکه اسم واقعی شان و 43 نفر رو کشته. بعد 18 سالگی این کارو شروع کرده و وقتی هم که به ذات اونا پی برده از این کار در اومد. بعد پاسپورتا رو نشونشون میده و میگه که دیگه نمیتونیم برگردیم. چون هم با عصبانیت از اونجا میرن و جسیکا هم میگه که فردا بچه‌ها رو برمی‌دارم و از اینجا میرم. صبح میشه و جسیکا و بچه‌ها وسایلشون رو جمع میکنن تا برن. بعد سعی میکنه جلوشون رو بگیره و میگه که این کار براتون خیلی خطرناکه اما جواب نمیده و اونا میرن به فرودگاه. بعد از اینکه سوار هواپیما میشن جسیکا که فکر میکنه مهماندار دوستشه همون موقع متوجه ماجرا میشه و دیگه هیچ راهی برای برگشتن ندارن. بعد بدن زنگ میزنن و میگن که اگه زن و بچت رو میخوای باید بیای به کازینوی قدیمی شهر. در رو میبرن بالا و مکفری که رئیس مافیاست به دم میگه خوش اومدی پسرم. درسته اون بابای دم بود و نینا و کایل میفهمن که اون پدر بزرگشونه. هم میگه که به خانواده‌ام کاری نداشته باش و چی از جونم میخوای. هم میگه تنها چیزی که میخوام اینه که دوباره برگردی به گروه. وقتی که دن از اونجا رفته بود اوضاع گروهشون به هم ریخته بود و هیچکدوم از ماموریتاشون خوب پیش نرفته بود. بدم میگه یا این رو قبول کن و خودت و خانواده‌ت رو نجات بده یا همینجا کارت رو تموم میکنه. که چاره دیگه ای نداره قبول میکنه و خانوادهش رو از اونجا میبرن به فرودگاه. ما بین راه بچه‌ها با مامانشون صحبت میکنن و میگن که اون بابامونه و ما باید نجاتش بدیم. همون لحظه که نگهبان حواسش نیست در آسانسور باز میشه و جسیکا هم که داره پوشک بچه رو عوض میکنه در میاره و میکنه تو حلق بنده خدا و اونو پرتاب میکنه پایین. از اینکه میرن دنبال دن میبینن که همه رفتن پایین و دن رو با اون زنه تنها گذاشتن. دوست دختر قبلی دن بود و میخواسته ازش انتقام بگیره. ولی دن بیهوشش میکنه و اونا هم بعد از اینکه میبینن دارن میان دنبالشون دم خانوادهش میگه تا برن پشت بوم و خودش هم میره پایین تا کار رو یه سری کنه. دم میره پایین و از پسرش کایل کمک میگیره تا با پهپاد پشتیبانیش کنه. ولی هم که الان چشم و گوش باباشه جای آدم بدا رو بهش میگه و اونم یکی یکی دخل همشون رو میاره. ولی داستان اینجا تموم نمیشه و اون خانومه به هوش میاد و میره پشت بوم سراغشون. اونام که متوجه میشن قایم میشن و جسیکا هم میره تا باهاش بجنگه. دن از یه طرف و جسیکا هم از یه طرف. گوهم جسیکا رو میندازه پایین و اونم سعی میکنه که با نیزه بیاد بالا. ولی موفق نمیشه و با سر میخوره توی دیوار. ولی داخل ترایه بعدی نیزه رو پرت میکنه به سمت گوهم و اونو میکشه. درم که کار همه رو تموم کرده بود فقط مونده بود پدرش که آخر کار اونو گیر میندازه و همون لحظه خانوادهش میرسن. ولی داشت سعی میکنه تا با حرفاش اونو متقاعد کنه و پدرش رو ول کنه. ولی اون میگه که این حرفا رو به من جواب نمیده و نینا هم که میگه من فقط داشتم حواست رو پرت میکردم. درم که کارش رو تموم میکنه همه این ماجرا به اتمام میرسه و بعد از همه اینا من رو میبینیم که یک کارگاه پلیس میشه و جسیکا هم ورزشش رو ادامه میده. هم باباش کنار میاد و کیدبوی بودن رو ادامه میده و نینا هم خبرنگاری رو. چیزا خوبی و خوشی به اتمام میرسه و اینجاست که فیلم تموم میشه. خب دوستان امیدوارم که از این فیلم لذت برده باشید و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید و برای ویدیوهای بیشترم حتما کانال رو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی دیگه خدافظ.